موضوع بررسی میکنیم با تروسکی صادقی، همکارم از پاریس. تروسکی، جزئیات زیادی منتشر شده از این حمله، چه در رسانه‌های داخلی چه خارجی، دقیقا چی میگن؟ یک خبری منتشر شد در رسانه‌های اقلیم کردستان مبنی بر اینکه فرودگاه یک آتش‌سوزی در فرودگاه سلیمانی اتفاق افتاده و دقایقی بعد مدیر بخش امنیتی این فرودگاه اعلام کرد که یک انفجار روی داده، جزئیات بیشتری نداد و گفتش که تحقیق می‌کنند در این باره. در همون ساعت خبر دیگری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه پهپادهای ترکیه این فرودگاه را هدف قرار دادن. اما چرا؟ جزئیات زیادی، تحلیل‌های زیادی منتشر شده در رسانه‌ها، هم تا صبح امروز، هم رسانه‌های خارجی مثل وال استریت جورنال، مثل المونیتور و هم رسانه‌های داخلی مثل شبکه خبری روداو این رو تایید کردند که روز گذشته مظلوم کوبانی یا مظلوم عبدی که فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه هستش و متحد اصلی پنتاگون در مبارزه علیه داعش محسوب میشه در سوریه، در اونجا یک جلسه‌ای داشته با یک سری از رهبران احزاب کرد که ترکیه اومده بودند. بعدن شبکه خبری رودا به نقل از منابع مطلع اینو منتشر کرد که بعد از اتمام این جلسه روز گذشته کاروان اتومبیل‌های مظلوم کوبانی داشت فرودگاه رو ترک می‌کرد که هدف حمله قرار می‌گیره، که در این کاروان نیروهای آمریکایی هم حضور داشتند. شبکه خبری رودا گفته که حمله خسارت جانی نداشته و مظلوم کوبانی بلافاصله تونسته به سوریه برگرده. و از طرف دیگه ما در رسانه‌های آمریکایی هم این رو داشتیم و خود مقامات در سلیمانی هم به این اشاره کرده بودند که نیروهای آمریکایی که در این کاروان بودند آسیبی ندیدند. و این تا این لحظه میتونیم بگیم که جزئیاتی هستش که به طور کل رسانه‌های داخلی و خارجی در رابطه با این حادثه که دیروز اتفاق افتاده منتشر کردند. میدونیم که این خبر به طور کلی واکنش‌های زیادی را هم به همراه داشت. تازه‌ترین واکنش‌ها چیه؟ واکنش های ناز بسیار زیاد بود، بخشیش رو خودت اشاره کردی. مثلا ما واکنش وزارت دفاع رو داشتیم که تهدید کرده که اجازه نمیدن به هیچ کسی که امنیت سربازان آمریکایی رو به خطر بندازه. خود مظلوم عبدی یا مظلوم کوبانی همین ساعتی پیش یک توییتی زده و اون فقط اون مشخصا اسم ترکیه رو برده و گفته که عامل این حمله ترکیه بوده و از طرف دیگه هشدار داده به نوعی گفته که حملات، ادامه حملات ترکیه به سوریه، به اقلیم کردستان میتونه پیام های بسیار تهدیدآمیزی در منطقه داشته باشه. فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا واکنش داشته، ریاست اقلیم کردستان این حمله رو محکوم کرده اما اسم نبرده از ترکیه. سخنگوی دولت اقلیم کردستان اون رو محکوم کرده، گفته که باید تحقیقات بیشتری صورت بگیره. ریاست جمهوری عراق همین ساعات پیش اون رو تهدید کرده. اما واکنش‌ها در رسانه‌ها و از دید ناظران واقعا ابعاد بسیار زیادی داشته. الناز مثلا یکی اینکه یک سری از ناظران گفتن که یک اتاق عملیات علیه داعش یا مبارزه علیه داعش در فرودگاه سلیمانی هم وجود داره و امکان داره که گروهایی که علیه داعش مبارزه میکنن به همراه آمریکایی‌ها اونجا هم جلساتی برگزار بکنند. یا اینکه اشاره شده به اینکه درست آمریکا با ترکیه همچنان روابطی داره اما خب آماده نشده، حاضر نبودن که هیچ یک از مقامات آمریکایی از ترکیه اسم ببرن، ولی در این حال هشدار دادن که اجازه نمیدن که اتفاقی برای سربازای آمریکایی بیفته، حالا چه در اقلیم کردستان عراق باشه چه در سوریه باشه. و البته این رو هم اشاره کردن که مقامات آمریکایی گفته بودن که همچنان حمایت میکنن از شرکای منطقه‌ای خودشون در مبارزه علیه داعش. یا اینکه اقلیم کردستان و ترکیه اشاره شده به اینکه هر دو در آستانه انتخابات هستن و این چیز شاید عادی باشه که این جریان‌ها بخوان با هم دیگه گفتگوهایی در این رابطه داشته باشن. برخی دیگر از ناظران هم اعلام کرده بودن که هدف حمله ترکیه هشدار بوده به آمریکا. ترکیه خواسته بگه که ما همه تحرکات شما با چه نیروهای کرد در سوریه باشه چه جریان‌های دیگر رو تحت نظر داریم. اما خب همونطور که اشاره کردیم ما واکنش رسمی تا این لحظه از جانب دولت ترکیه نداشتیم و انتظار میره که واکنشی هم نداشته باشن. ولی خب یک سری از ناظران در اقلیم کردستان این رو عنوان کردن که احتمال دارن که این حملات همچنان ادامه
ادامه پیدا بکنه، چه در اقلیم کردستان حملات ترکیه، چون بارها هشدار داده در این رابطه، چه به سوریه و این رو دوباره یک هشداری عنوان کردن به طرف آمریکایی، و اینکه شاید همچنان بهانه‌ای باشه برای ترکیه که ادامه بده این حملاتش رو. ما میدونیم که هفته گذشته دولت ترکیه، وزارت خارجه این کشور ابراز نگرانی کرده بود از تشدید روابط اتحادیه میهنی کردستان در محدوده سلیمانیه و مناطقی که تحت کنترل اونا هستش با پیکیکی. اما خب باز هم ناظران دارن میگن که این صرفا یک بهانه است و ترکیه میخواد از این بهانه استفاده بکنه و همچنان ادامه بده به حملات خودش در سوریه و در اقلیم کردستان عراق. متشکرم ازت. تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما.